نیروهای نظامی دولت موقت لیبیا که هواداران قذافی را در شهر بیابانی بنی ولید محاصره کردند میگویند مذاکرات برای تسلیم این شهر با شکست روبرو شده است و آنان نگرانند که مبادا از باشندگان این محل با عنوان سپر انسانی استفاده شود. با گفته مخالفان مصالح لیبیا، هواداران قذافی خواهان ورود بدون سلاح نیروهای آنان به شهر بنی ولید شده اند. دولت موقت لیبیا همچنان کشته شدن خمس قذافی پسر معمر قذافی، یکی از فرماندهان نظامی و را در درگیری‌های مسلحانه در نزدیکی طرابلس تایید کردند. رئیس شورای ملی انتقال لیبیا که رهبری دولت موقت این کشور را به عهده دارد گفته است نیروهایشان شهر سرت، زادگاه سرهنگ قذافی و شهرهای جعفر و سبها را نیز محاصره کردند. مصطفی عبدالجلیل میگوید که کمک های بشر دوستانه به ساکنان این شهرها ارائه خواهد شد، ولی آنها یک هفته برای تسلیم شدن مهلت دارند تا مانع از بروز خونریزی های بیشتر شوند. بر اساس برخی گزارش ها اعضای خانواده قذافی ممکن است هنوز هم در این شهرها حضور داشته باشند. پیش از این عبدالرزاق ندوری، یکی از فرمانده های نیروهای نظامی مخالف قذافی، گفته بود ساکنان بنی ولید تا ساعت 8 صبح روز یکشنبه مهلت دارند تسلیم شوند. در غیر آن با واکنش نظامی روبرو خواهند شد. در عین حال شورای ملی انتقالی لیبیا در ادامه اقداماتش برای بازسازی و محافظت از طرابلس کمیسیون را زیر نام شورای عالی امنیت تشکیل داده است. اعضای شورای ملی همچنان اعلام کردند که هیئت مرکزی این شورا تا هفته آینده از بنغازی به طرابلس منتقل نخواهد شد و آقای عبدالجلیل رئیس این شورا آخرین عضو شورای ملی انتقالی خواهد بود که به طرابلس می رود. در همین حال یان مارتین، مشاور ویژه دبیرکل استاد ملل متحد، روز شنبه هفته جاری وارد طرابلس پایتخت لیبیا شد تا در مورد فعالیت های بین المللی برای توسعه و بازسازی این کشور با مقامات لیبیایی مذاکره کند.